خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم تلویزیون مردم و همچنین برنامه چرازنین درود میفرستم. انشاءالله که حالتون خوبه و سر حال هستید. من تقریبا 13-14 ساله که سال یک بار میرم ترکیه، میرم برای پناهجوها. در این مدت یک سالش دو دفعه رفتم ترکیه. وقتی هم که میرم اونجا فکر نکنید که کمک آنچنانی به اینها میکنم، نه، یه عده دوستایی دارم خیلی نزدیک که به من در این چند سال اطمینان دارن و کمک جزئی مالی میکنن. میرم اونجا و سعی میکنم به چند خانواده، چند تا دخترهایی که تنها هستن یک کمک مالی جزئی بهشون بکنم. ولی بیشتر هدف من اینه که میرم با اینها زندگی میکنم، میشینم پای صحبتاشون، پای درددهاشون، بهشون امید میدم. گاه وقتا در سایه سعی میکنم که اینها رو بخندونم و اکثرا هم اینا دیپریشن دارن، بلا تکلیفن. کسایی هستن اونجا که من میشستم 7-8 سال منتظرن که پناهجویشون قبول بشه و پناهنده کشور سوم بشن. ولی خیلی عجیبه که بعضیاشون بعد یک سال دو سال پروندهشون میاد رو و میرن کانادا یا استرالیا یا میان آمریکا یا میرن اروپا، ولی بعضیشون نه، سالهایی که در انتظاره. باور کنین پای گریه خیلی از این جوانها نشستم، باهاشون باور کن گریه کردم و اکثرشون هم جوانم، البته توشون خانواده هم هست، ولی خانواده هایی که بچه های خیلی جوان دارن، هنوز مثلا 6 سال، 7 سال، 8 سال، الا 10 سال و فقط به امید آینده بچه هاشون اومدن. وقتی پای صحبتشون میشنم میگن که آقای نادری جان، اوضاع مملکت به قدری بد شده که ما هیچ آینده‌ای برای بچه هامون نمیبینیم. میترسیم این بچه های ما هم در آینده مثل همون جوان های دیگه معتاد بشن، به فساد کشیده بشن یا یک کار اشتباهی بکنن، بیفتن تو زندان که سالهای سال تو زندان باشن و نمیدونیم کجا هستن. و اینها در ترکیه در یک جاهای زندگی میکنن که حالا من در آینده فیلماشو بهتون نشون میدم. من در حدود شاید در این چند سال 100 ساعت من فقط با اینا مصاحبه کردم. البته بعضیشون یه مقدار تکراریه، ولی بعضیشون خیلی مسائل مطرح میکنن. درباره آمریکا باهاشون صحبت میکنم، میگم فکر نکنین میان آمریکا بهشت موعوده، نه، اینجا هم یک گرفتاریایی داره، ولی در صورت بهتر از فعلا ایرانه، یک آزادیایی داریم اینجا. البته خب بعضی از هموطنانمون از این آزادی‌ها سوء استفاده میکنن. یک روزی رفته بودم توی یک خونه، یه اتاق خیلی کوچک، 3 نفر زندگی میکردن، یکیش بچه اصفهان بود، یکی هم دکتر بود، البته مدارکش به من نشون داد بچه ارومیه بود. این رو برده بودم توی زندان، دندوناشو بدونی که آمپول بزنن کشیده بودن که بسیار شکنجهش بدن. گفتم خب شما توی اتاق نه یخچال دارید، هیچی ندارید و به در دیوارم که یه عالمه سوسک اینا را میره. اون بچه اصفهان گفت که آقای نژاد، تمام اینا رو شما میبینی، ولی ما اینجا احساس آزاد بودن داریم، احساس این داریم که واقعا آزادیم. وقتی میریم تو خیابون کسی به ما به قول خودشون گیر نمیده. در این چند سال وقتی رفتم، یه دیر رفتم، پروندهشون قبول شدن، رفتن به کشورهای مختلف. یک دیر هنوز هستن، ولی هر سال که میرم با چهرهای جدید روبرو میشم. یعنی همه جو دارن میان. و چند نفری هم دیدم که، یعنی شنیدم از دور بر که اینا برگشتن ایران، نتونستن با مشکلات اینجا در صورت کنار بیان. و امسال که رفتم به خاطر این مسائل سوریه، اینقدر
توی خیابون‌های آنکارا، من استانبول نمیرم، من همیشه میرم آنکارا، چون آنکارا مرکز یو ان یونایتد نیشن، و ایرانی‌هایی که میان، اصلا هر پناهجویی که میاد از هر کشوری اول باید بیاد آنکارا، میره آنکارا، میره سازمان ملل همون یو ان برش پرونده باز میکنن، میگن برو، به تلفن میزنیم خبر میدیم که اولین مصاحبه بیای. حالا ممکنه که این اولین مصاحبه 6 ماه طول بکشه، ممکنه 1 سال طول بکشه، ولی اولین مصاحبه رو که انجام میدن، یو ان اینا رو چیکار میکنه؟ پخششون میکنه تو شهرهای کوچک. حالا یکی هست شانس میاره، میاد تو خود آنکارا، بهش میگن اینجا باش. وقتی تو آنکارا هست، درصد جمعیت بیشتریه، یه سرگرمیای داره برای خودش، تو پارک میره، قدمی میزنه، میتونه کارهای قول خودشون سیاه انجام بده. ولی وقتی تو شهر کوچیک میره، که رفتم دیدم اینا رو، چون من تقریبا میتونم بگم که بیشتر خاک ترکیه رو رفتم، تو ادوان گرفته که نزدیک مرز ایرانه، تا نزدیک دریای سیاه که کاسیمینو هست و شهرهای مختلف، اونها زندگیش اونجا خیلی بدتره. اولا در این شهرهای کوچک اینا خیلی مذهبی هستن، مردم ترکیه، و بیشترش رو میدیم سنی هستن، و این ایرانی هایی که در اون شهرها هستن، شهرهای کوچک، بیشتر زیر نور افکنن، تفریح ندارن، جایی ندارن برن، بیشتر اوقات چکار میکنن؟ توی خونه هستن. مثلا من یه شهر رفتم، شرق آنکارا بود، به من گفته بودن یه خانمی در اونجا این سرطان داره، با 3 بچهش زندگی میکنه. رفتم اونجا و دیدم که بله، این خانم چی گریه کرد، سرطان، ولی خب خوشبختانه بعد از یک چند سال یه بار دیگه تو آنکارا دیدم، قبول شد و رفت آلمان. یکی از بچه هاش گفت به من که آقای نجات، من 4-5 ماه از این خونه نرفتم بیرون، اذیتم میکنن. حتی یکی از بچه هاش دست به خودکشی زده بود، رفته بود خوش دکتر توی رودخونه ای، ولی خب نجات پیدا کرده بود. بچه دیگه توی یک نونوایی کار میکرده بود، چنان با مشت زده بودن تو دهنش، حالا سر یه موضوعی دندون شکسته بود. و این ترکای ترکیه اولا تازه به دوران رسیده هستن، واقعا تازه به دوران رسیده، چون شما اگر در 20 سال 30 سال قبل میرفتی ترکیه میدیدیم، و قبلا هم شنیده بودیم هممون وقتی ایران بودیم، که یک نفر که میرفت، یه ایرانی میرفت آلمان، مثلا یه ماشین میورد تو جاده سنگ میذارن، میگه بهشون سیگار میدادی یا شکلات میدادی. ولی حالا نه، تو شهرهای مثل استانبول، آنکارا، البته من آنتالیا اینا نرفتم، ولی توی همین خود آنکارا همه ماشین آکسیدون زیر پاشونه، اتوبوسشون خیلی عالی، اتوبوس مسافرتشون توش مهماندار داره، دختر یا پسر بهت کافی میدن، یعنی تازه به دوران رسیده هن. و حالا خیلی کسار مخصوصا ما ایرانی ها رو قبول ندارن. و خلاصه ترکیه اصلا هیچ کمکی به پناهجوها نمیکنه اصلا، و اینها به هیچ رم اجازه کار نمیده، اینا مجبورن سیاه کار کنن. یعنی مثلا چطوری میره یواشکی مثلا توی یک نایت کلابی یا توی فروشگاه یه جای کار انجام میده. حالا این اگر ترک باشه یا اقامت اونجا رو گرفته باشه، مثلا ساعت 10 لیر باید بهش میدن پول، ولی وقتی یک ایرانی میره ساعت 1 یا 2 لیر میدن، تازه بیشتر اوقات هم پولش نمیدن، واقعا نمیدن ها. یعنی اینقدر اینا ظالمن، و چون میدونه صاحب کار که این شخص مثلا 2 روز 3 روز 4 روز کار میکنه واسهش، پول بهش نمیده، نمیشه بره شکایت کنه، چون اجازه کار نداره. فقط یو ان هر 3 ماه یا 4 ماه یه 100 لیر به اینا پول میده. 100 لیر پول نیست. و من تا امسال نمیدونستم که در آنکارا چند تا کلیسا هست، من فکر می‌کنم یه دوره هست، چون هر سال که می‌رفتم یک شنبه می‌رفتم کلیسا، چون چهره‌های جدیدی می‌دیدم، اونایی که قدیمی بودن منو معرفی می‌کردن به چهره‌های جدید، یا
اونجا متوجه میشدم که چی خانواده یا چی کسانی گرفتاری دارن که برم یه کمک مالی جزئی بهشون بکنم. امسال متوجه شدم فقط در آنکارا 6 تا کلیسای ایرانی مسیحی هست غیر از کلیسای انگلیسا، چون خود انگلیسای هم یک کلیسا دارن برای ایرانی تو خود سفارت. یعنی این خمینی اگر به ملت ایران هیچ نوع کمکی نکرد که برایشون بدبختی آورد، ولی به مسیحیت یه کمکی کرده، چون خیلی از ایرانی الان مسیحی شدن، حالا یا به خاطر گرین کارت که زیر نام مسیحیت بتونن از اون کشور بیا بیرون، یا که بعضیش واقعا اعتقاد دارن، ولی در صورت میرن کلیسا. تو همین آمریکا، تو همین لس آنجلس میرن چند تا کلیسای ایرانیه. تو همین پورتلندی که من زندگی میکنم فکر کنم 2 تا 3 تا کلیسای ایرانی هست. تو آلمان هم من دیدم، تو چکسلواکی هم من رفتم برای پناهجو دیدم. بعد کلیسا هم هر ماهی به اینها یک مقدار برنج میده، روغن میده، دیگه اسپاکیتی میده، همین. ولی اینها روی این موقعیتی که برایشون وجود اومده، به این وقتی یه مشکلی برای همه وجود میه، اونجایی که بین اون اتحاد وجود داره، اینها یه طوری خلاصه به قول ترمینا سروایو میکنن. البته متاسفانه برای همدیگه هم عین همون اخلاق همه ما برای همدیگه هم میزنن. مثلا من امسال رفتم تو کلیسا، دیدم چهره همه جدیده، یه دو نفر میشناختم. اولا این کلیسایی که من هر سال میرفتم درش باز بود، میرفتی تو، ولی امسال دیدم دورش رو آهنکشی کردن. یک نفرم اسمش امید بود، میشناختمش از قبلا، اینم مثلا با دوربین نگاه میکرد، خسرو جیباتی میگشت. بعد بهش گفتم آقا ما که هر سال میام میریم، گفت آقا نازجان در سال ما دستوریم برای جان خودتونه. اینجوری شده. بعد رفتم دیدم این توی کلیسا اینا همش از محبت و از صلح و دوستی و عشق صحبت میکنن، همش هم میگن پدر، یعنی حضرت عیسی رو میگن پدر، خدا شما رو فرمان. من رفتم به همین امید گفتم آقا من میتونم 10 دقیقه اینجا صحبت کنم؟ گفت من نمیدونم، باش بپرسم. متوجه شدم که نمیخوان صحبت کنم. بعدی که آمدم بیام از اونجا بیرون، البته با 2 تا ایرانی که میشناختم رفته بودم، خب بیا آمدم بیرون بهش گفتم آقا من میخواستم بگم آقا شما که اینقدر در این کلیسا با عشق و محبت و همبستگی و برادری و شما پدر پدر میکنین، خدا خدا میکنین، نمیدونم هاللویا میکنین، شما وقتی از اینجا میرین بیرون همش برای همدیگه میزنین، با هم اتحاد ندارین اصلا. گفت آقای ناجی درد ما هم همینه، تو همین مسائل تو این کلیسا صحبت میشه، ولی دور و سه روز با هم خوبیم، بعد با دوباره میشه این قدیم. من واقعا موندم که چرا ما ایرانی ها این خصوصیات بد منفی که هممون میدونیم از اجدادمون هم به ما رسیده، اینو نمیدازیمش بیرون. مثل یه پوستین کونه از اجداد ما، یه پوستین کونه که پاره پاره شده، 7000 سال تاریخ توشه، 2500 سال شاهنشاهی پاره واقعا شده، باز این از پدرای ما رسیده به ما، می‌ریزیم رو دوشمون، باز این رو ما میدیم به فرزندانمون. بابا یک تحولی، یک پوستین نوعی. نمیگم ما خصوصیات خوبم داریم، ولی خصوصیات بدم خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. آمدیم چیکار کردیم؟ خصوصیات خوبمون رو، مثبتمون رو کف دستمون گیریم به تمام دنیا نشون میدیم، ولی خصوصیات بدمون کردیم زیر بغلمون کسی نبینه. عین همون مادر بزرگ که یادتون هست، تا مهمون میاره زود فرش جارو میکنه، آشغال میزنه زیر فرش. خب تا کی زیر این فرش ما آشغال بذاریم؟ یا در گذشته یاری میاد خونه جلو خونش جارو میکرد توی کوچه، تمام آشغال میزنه طرف همسری بغلی. گفتم ما خب مهمان نوازیمون خوبه، خیلی چیزای مثبت داریم، ولی خیلی چیزای بدی هم داریم. بابا دیگه ولی کنیم، چوبلای چرخ هم گذاشتن، غیبت کردن، شایعات دروغی برای هم وجود آوردن، به مرگ هم راضی نیستیم، ولی از موقعیت موفقیت هم دیگه هم خوشحال نمیشیم. بابا اگر واقعا
جامعه ما مثلا در این خارج کشور کمیونیتیمون قوی باشه، اتحاد بینمون باشه، خب دولت آمریکا رومون بیشتر حساب میکنه. حالا در همین لس آنجلس میگن، البته نمیدونم دقیقا، من نمیدونم، ولی خب در صورت 20,000 تا ایرانی کلیمی هست. اینا هم همون خصوصیات و همون مسائل رسم و رسوم و همون فرهنگ ایرانی رو دارن، چون در صورت ایرانی هم دیگه. فقط روزای شنبه رفتن کلیسا، ما هم رفتیم روزای جمعه توی مسجد، ولی در طول 5 روز دیگه تو جامعه بودیم، اخلاقمون عین همه. ولی اینها در یک نقطه، در یک نقطه بهشون اتحاد، اسرائیل. من تو تمام برنامه سازا، تمام مدیران تلویزیون لس آنجلس، هیچ کس مثل من رسم رسوم کلیمیا رو با آداب رسومش رو نمیدونه، چون من 7 سال تو اینها بودم. چون من قبل از که تلویزیون منم صاحب تلویزیون بشم، یه تلویزیون نیم ساعته در هفته، خب کارم یه دفتری داشتم تو بیورلی هیلز. حالا فکر میکنم بیورلی هیلز ما دیگه اونجا نه، با یه دفتر گرفتم تو بیورلی هیلز، چون باید تو بیورلی هیلز که بشه خب بهتر تولید میگرفتم. عروسی، جشنی، بردمسوا، ختن سوران، اینا میرفتیم خلاصه کار میکردیم و درآمد من واقعا اول خیلی خوب بود، چون هنوز همه تلفن نداشته، دوربین نداشتن. اون موقع دوربین ها بزرگ بود، دوربین سونی، بعد تازه ضبط صوتش هم جدا بود، بعد روی ایشون رو میداختیم، دوربین هم این روی ایشون رو میگرفتیم. من میرفتم تو اینا و آداب رسوم اینا رو یاد گرفته بودم. در ایران، من در تهران فقط یک رفیق کلیمی داشتم که یادم میاد تو خیابون نادری، روبروی تقریبا کافه نادری، یه خود بالاتر، یه ساختمون چند طبقه بود، طبقه پایینش یه کتاب فروشی بود، پسر او با من رفیق بود. اونجا می دیدم مثلا کتاب های کلیمی، ستاره داوود، ولی اصلا رسم و رسوم می دونستیم. در مشهدم کلیمی بود. مثلا تو مدرسه که من می رفتم، دبستانی که می رفت، دبستان نه دبیرستان، بچه های کلیمی 3-4 تا بودن که زنگ قرآن که می شود اینا بیرون تو راه رو وا می سودن. و خیلی جالبه که ما در مشهد یک خیابونی داشتیم، حالا یه پرانتز، یه خیابون داشتیم به نام خیابون جنت. این خیابون جنت بیشتر کلیمیای مشهدی توی خیابون زندگی میکردن، در سنهای مثلا 10 سال 12 الی 13 سال. این مادرای ما، مادر بزرگ ما، عممون، این پیرزنایی که دور بر که کار زندگی نشن، فقط یکی رو طلاق میدادن، یکی رو عروس میکردن، یکی رو داماد میکردن، کار نشدن، میشستن همش شایعه و بدگویی و غیبت. به ما یک جوری آموخته بودن که آقا از شبا نرین توی خیابون جنت، برین این کلیمیا نشستن پشت در، یک بچه مسلمون از اونجا میشه میرزن میگیرن مبرنش تو و یک اتاق همه دوره نشستن، یکی هم یک سوزن و با خوب شد نگفتن طویله دستی شده، مبرن یکی سوزن میزنن، خون شما رو میگرفت، فطیر درست میکنن. واقعا اینا به ما میگفتن و ما باور میکردیم. حالا اینا رو کی به اینا میگفت؟ به این مادر بزرگا و به آبیج خانما و عم خانما، شیخا رو منبر میگفتن دیگه. دولت که نمیگفت، نخست وزیر شاه که نمیگفت. حالا وقتی من آمدم با اینا آشنا شدم، اولا واقعا خب کلیمیا یک حسنای خوبی دارن، این حسنای بد هم دارن. کلیمیا وقتی ما آمدم اینجا، کلیمی ایرانی با تمام کلیمی دنیا فرق داره، واقعا ریشه شون تو ایرانه. حالا این نسل جوان نگاه نکنین، میان اینجا یادشون نیست که از ایران، ولی نسل گذشته عاشق ایرانن، چون اینا در سال 2500-600 سال با ما بودن دیگه، در ادبیات ما، در شعرهای ما، در ترانه‌های ما، در جوکا و هنر ما، اینا سهم به سزایی دارن، نمیشه گذاشت کنارشو. اینا واقعا عاشق ایرانن.
ولی اتحاد بینشون هست در یک مسائلی. اونم این هم ماها برای همدیگه میزنن، درباره همدیگه حسادت هایی دارن، ولی در یک مسائلی با همن. مثلا اگر یک تلویزیونی یا یک رسانه‌ای که صاحبش مدیرش کلیمی باشه، پشتیبانی ازش میکنن، آگهی بهش میدن، ساپورتش میکنن، نمیذارن بیفته، مخصوصا رسانه، چون میدونن این رسانه بالانگوی جامعه کلیمی هاست، برای خودشون سازمان دارن، بنیاد دارن اینجا، ولی ما مسلمان هنوز هیچ جایی نداریم. یک کلیمی امروز که البته حالا مثل گذشته دیم، ولی اگه یک کلیمی از ایران بیاد میان، اینا معمولا میرن وین، من شما وین میرن اونجا ویزا بهش زود میدن، میان آمریکا فورا راهنماییش میکنن، مشکلات و خوبی ها اینجا بهش میگن، برش جا پیدا میکنن، خصوصه کمکش میکنن که رو پاش بیفته، را بیفته، سرش هم کلا نمیذاره. البته درصدی بالا، حالا ممکنه که یک دو نفرشون کلا بذاره، ولی درصدی بالا کلا نمیذارن. گفتم من 7 سال 8 سال تو اینا هستم، هنوزم دوستای خیلی خوبی دارم، واقعا خیلی خوب، ولی ما ایرانی ها مسلمان ها هنوز یک بنیادی، یک سازمانی، یک جایی که اگر یک هموطنی، یک ایرانی مسلمان وارد آمریکا بشه، من حالا به واشنگتن و چندم نیویورک اینا کار ندارم چون اونجا بنده نبودم، ولی لس آنجلس هیچ جایی بدبخت نیست که بره مراجعه کنه، یک راهنمایی بکنه. اگر می جای بره امکان، نمیگم صد، ولی امکان بالایی هست کراش هم بردارن و کردن. یک نفر از سوئد اومد اینجا لس آنجلس، این عکاس بود، مثل که تو فرهنگ و هنری ایران هم قبلا کار میکرد، یه چند تا از این بچه اینجا میشناختنش. یه شب خونه یک نفری بودم، اونم کارش عکاسیه، برداشت گفت که آقا ناجی من راستش 200 هزار دلار با خودم پول بردم. گفتم آقا این رو به من گفتی؟ جلو همون دوستش گفتم، اسمش حالا میگم مرتضی فرزانه، که عکاس برای جوانان عکس میگیره و عکس مجله و همکاری میکنه تو جامعه، حالا البته اونم سنش رفته بالا، پاش هم میخوره درد میکنه، زیاد تو جامعه نیست، ولی قبلا همه جا بود. گفتم آقا اینه نگو ها، به کسی نگو که من 200 هزار دلار پول دارم، بره نقشه میکشن، همچین نقشه میکشن. شش ماه نکشید بیچارش کرد، یعنی آقای مرتضی برجسته کمکش کرد، پولی برش فراهم کرد که بلیش بگیره برگرده به سوئد. آره سوئد بود فکر کنم. حالا اگه این کلیمی بود، آنن راهنماییش میکردن، نمیگذاشتن به بدبختی بیفته. و من تنها کسی بودم، آخه میدونین تلویزیون لس آنجلس، خب همه ماها در صورت تلویزیونمون روی آگهی میچرخه، تلویزیون لس آنجلس هیچ وقت به هیچ عنوانی از یک کلمی یا از جامعه کلمی انتقاد نمیکرد اصلا. البته من شنیدم، نمیدونم حالا راست یا دروغش، نمیدونم، شنیدم یک دفعه زنده یاد هایده، مثل که در یک کنسرت در یک جایی درباره کلمیا بد گفته بوده، این انتقادی کرده بوده. البته خب ما در ایران متاسفانه انتقاد که میکنیم میگن او یارو داره میزنه، او پنبه یارو رو زد، ناسزا میگه، چون ما عادت به انتقاد نداریم در ایران، اصلا انتقاد وجود نداشت توی رسانه های ما، مخصوصا انتقاد سیاسی. آنن بایکوتش کرده بودن، حالا اینا چجوری بایکوت میکنن یک نفر رو؟ روز شنبه تو کلیسا ربا میاد اونجا و اول خب این همه ما موعظه میکنن، حرف میزنن، همه دینای هم اول از خدا و از صلح و دوستی و رفاقت و همه اینا صحبت میکنن، ولی همه ما دشمن همدیگه هستیم، تمام این جنگای دنیای هم حالا روی همین مذهبه. ربا
با اون زبون خودش حالی میکنه به جامعه خودشون که آقا این آقا، این خواننده، این فلان، این فلان، این بر علیه ماست. نمیگن مثلا ضد یهوده، میگن بر علیه ما. هیچی آقا از فردا یارو بایکوته. و من واقعا گاهی برای خودم اینی فکر کردم، مثلا جامعه لس آنجلس خب بیشتر ایرانی هستیم، خب هممون ایرانیم ولی بیشتر مسلمونیم. خب تومون باهایی هم هست، مسیحی هم هست، ولی اکثرا مسلمونیم. جامعه ایرانی کلمی خیلی کمتره. اگر مثلا ما 200,000 نفر، 300,000 نفر هستیم، اونا بین 20,000 تا 30,000 نفر هست. ولی خیلی عجیبه، موقعی که عید اینا میشه، یا روز موقعی که روزه باید بگیرن، یا موقعی که درس روش هاشانه شونه، آقا یک دفعه جامعه ایرانی خلوت میشه و سوپرمارکت ها و کسبا همه میخوابه. و خیلی واقعا برای من تعجبه. من مثلا میگن آره عید کلمی های برای همین خلوته، آره روش هاشانه شونه یا فلان دین چیزشونه. و میدونی که چی مسیحی ها، چی کلمی ها مثل ما عزاداری ندارن، بدونن تو سرشو قمه بزن و چی زنجیر بزن و خوشحال مزاره میخوام، مزاره میخوام برای امام حسین 1400 سال جر بدن. نه، این خیلی برای من تجربه آوره که چطوری میشه. من 7-8 سال توی برمسفا و بتمسفا، البته شاید خیلی از دوستان ندارم، برمسفا و برمسفا وقتی دخترشون به سن 13 سالگی و پسرشون به سن 14 یا 13 سالگی، یه سال فرق داره، حالا نمیدونم دقیقا، اینا میرسن، اینا میان یک جشن میگیرن. جشنشون هم باید بیشتر چیه؟ یک مقدار چشمه همچشمه مثل همین ماها، که هر چی جشن بخصن برای پسرشون بیشتر با شکوتر باشه، یعنی اونه مهمونا و اونه دیگه کلمی های دیگه متوجه میشه که خانواده اینا سرورمندتره. یعنی این پسرشون از حالا وارد جامعه شد، مرد شد، و دخترشون هم همینجور. این میگن بتمسفا و برمسفا. یکی دیگه دارن جشن دارن که به حساب ختنه سوران پسرشونه، که قبل از اینکه 7 روز بشه باید بچه رو ختنه کنن. حالا من انتقاد کردم، واقعا انتقاد ازشون کردم، بلی که اولا روزیم که دست اینا نیست، به خاطر اینایم که من امریکا نیومدم. بعدم من زندگیم اونقدر محدود کردم، قول خودم اینقدر کوچیک کردم، خودم کوچیک نکنم. ولی تلویزیون لس آنجلس هیچ وقت، هر چی اگر اینا هر کار میکردن تو جامعه، در صورتی که اونا پیغمبر که نیست، اونا میگه وقتی کاره اشتباهی تو جامعه میکردن که آبروی جامعه بره، آبروی ایرانیا بره، ولی هیچ کسی چی نمیگفت. مثلا من اگه اون رو پیداش کنم، من اینقدر آرشیو زیاد، البته یه بدی من آرشیو دارم، خیلی چیزهایی دارم، ولی زیاد ارگنایز نیست. دنبال مثلا یه چیزی میگردم، یه چیز دیگر پیدا میکنم. شاید 10 سال بیشتره. یک روزنامه تو لس آنجلس به وسیله شرکت کتاب آقای بیژن خلیلی چاپ میشه، هنوز هم ادامه داره، به نام ایران شهر روزنامه. یه بار دیدم که تو روزنامه، هفته یه بارم چاپ میشه، دیدم که خانم همای سرشار، همای سرشار رو حتما میشناسید، توی این رسانه های همگانی ما، چی برنامه سازش چی مدیرش، 2 نفر واقعا این رو بگم گوش تلخ، تو تلویزیون هم گفتم، تو تلویزیون که موقع لس آنجلس پرم گفتم، واقعا گوش تلخم. یکی خانم همای سرشاره، یکی آقای فرامرز فریب.